çocuklar, nasılsınız? Haletin çetere bachacığım, selam. Umidvaram ki haletun khub o pur enerji bashid, baraye derse emrozam amade bashid. Hatman derse qabl ram yad gereftid. Derse qabl amade chi bud? Dar morede burası, şurası, orası, neresi? İnca, anca, kocast? Masalan, biya bepors اینجا یا اونجا کجاست و بعد جواب بده. عکسو نگاه کن، مدرسه، درسته؟ حالا بپرس اینجا کجاست و بعد بگو اینجا مدرسه است. بوراسه؟ بله، نرسه. بوراسه نرسه. اینجا کجاست؟ حالا بگو اینجا مدرسه است. بوراسه اوکول. بورس اوکول، اینجا مدرسه است. حالا بپرس این عکس، این عکس خونه است دیگه. بگو که اونجا، فرض کن که یکم ازت دوره، بگو اونجا کجاست. اورسه نرسی؟ اورسه نرسی یعنی چی؟ اونجا کجاست. اورسه اِو، اونجا خونه است. خب اگر درس قبلی رو ندیدین لطفاً همین الان لینک بالا رو بزنید، برید درس قبلی رو ببینید و بیاید، چون خیلی برای این درس لازم هست. توی درس امروز میخوایم یاد بگیریم که قسمت‌های مختلف خونه کجا هست. بعضی از وسایل خونه رو هم میخوایم یاد بگیریم، پس خیلی کار داریم. ببینید الان توی تصویر چی میبینید؟ یک خونه. میخوام بگم اینجا خونه است. بورس اف. تصویر بعدی یه اتاق هست. بورس اودا. هر اتاقی میتونه باشه. بورس اودا. اودا یعنی چی؟ یعنی اتاق. اتاقها میتونن کاربردهای مختلف داشته باشن. مثلا اتاق بچه باشه، اتاق خواب باشه، اتاق نشیمن باشه. حالا به اینجور اتاقا چی میگیم؟ اتاق نشیمن، اتورما اودسه. اتورما یعنی نشیمن، اودسه هم یعنی اتاق. پس اتورما اودسه میشه اتاق نشیمن. چالشما، چالشما کار کردن. چالشما اودسه میشه چی؟ اتاق کار. چوجوک اوداسه، چوجوک اوداسه اتاق بچه. چوجوک یعنی بچه، اوداسه هم یعنی اتاق، اتاق بچه. چوجوک. یاتاک اوداسه، یاتاک اوداسه یعنی اتاق خواب. یاتاک یعنی خواب یا تخت خواب. اتاق خواب میشه یاتاک اودسه. خب پس ما یاد گرفتیم که بورس اودا یعنی اینجا اتاقه. بعد هم میتونیم بگیم که اینجا اتوربا اودسه هست، چالشما اودسه هست، چوجوک اودسه هست. دیگه میتونیم تعریف کنیم که اون اتاق چه نوع اتاقیه. اما در کل اتاق میشد اودا. بسیم و رفتیم کنار. حالا میخوایم بریم سراغ آشپزخونه. بورس متفاک، بورس متفاک اینجا آشپزخونه است. آشپزخانه. متفاک، متفاک بورس متفاک. بورس بانیو، بورس بانیو. بانیو چیه؟ مجموعه سرویس بهداشتی. بانیو، بورس بانیو. بورس توالت، بورس توالت. ببینید توی زبان ترکی شما وقتی که میگید بانیو، مجموعه کل سرویس بهداشتی رو میتونه شاملش بشه. اما اگه بخواید قسمت دستشوییشو یعنی توالتشو جدا بگید، میگید بورس توالت، یعنی ممکنه اصلا دستشویی جدا هم باشه. خب پس بانیو شامل دوش میشه، روشویی میشه،
دستشویی میشه، ولی اگر جدا باشه میشه براسه توالت. خب خب بریم قسمت بعدی و قشنگ خونه، براسه باغچه. براسه باغچه، اینجا باغچه است، اینجا حیاته. توی زبان ترکی منظور از باغچه خونه همون حیات خونه است، حیات یا باغچه خونه. خب بریم بچه ها ببینیم توی هر قسمتی از خونه چه چیزایی ممکنه وجود داشته باشه. حالا این چیزایی که توی این عکس هست ممکنه تو خونه شما کمتر باشه یا بیشتر باشه. شما تو خونه های خودتون نگاه بکنید ببینید چه وسیله هایی میبینید. اسم اونا رو بیانید توی کامنت ها بعدم برای من بنویسید. بگید خانم اینا رو نگفتی که. اتورما اداسه، براسه اتورما اداسه، براسه اتورما اداسه. اینجا اتاق نشیمنه. ادادا، ادا یعنی چی؟ اتاق. ادادا یعنی در اتاق. ادادا نلروار چه چیزهایی هست؟ کجا هستیم؟ اتورما اداسی. چه چیزهایی توی اتاق نشیمن هست؟ تلویزیون وار، کانپه وار، هاله وار. یعنی چی؟ تلویزیون هست، کانپه هست، قالی هست. یه بار دیگه تلفظشون رو تکرار میکنم. تلویزیون، تلویزیون، کانپه، کانپه، هال، هال. تلویزیون، کانپه و قالی هست توی اتاق نشیمن. خب ویش بریم اتاق بعدی، یاتاک اداسه، اتاق خواب. یاتاک اداسه، براسه نرسی، براسه یاتاک اداسه. خب ادادا نلروار، توی اتاق چه چیزایی وجود داره؟ یاتاک، یاتاک یعنی چی؟ تخت. یاتاک یعنی تخت. یاستک، یاستک یعنی بالش، بالش، متکا، هر چیزی که میگید. سهپا، اون میز کوچولوها که پایه های کوتاه دارن. سهپا و کلتوک، کلتوک، کلتوک اون مبل تکیه است که کنار خونه میبینیم، کلتوک به اونا میگن. بچه ها توی این اتاق پنجره هم هست. پنجره رو دیگه بلد بودید؟ پنجره هم هست. خب پس میشه پنجره وار. میتونیم بگیم یاتاک، یاستک، سهپا، کلتوک، پنجره وار. اینا کجا بودن؟ تو اتاق خواب بودن. خب بدو بدو بریم اتاق بچه، اتاقای شلوغ بلوغ بچه ها. چوجوک اداسه، براسه چوجوک اداسه، اینجا اتاق بچه هست. ادادا نلروار، توی اتاق چه چیزایی هست؟ اویونجاک، اویونجاک، اویونجاک یعنی اسباب بازی. توپ، توپ، قبلا هم اینو یاد گرفته بودید. توپ. یاتاک، همین الان یاد گرفتیم ها، یاتاک. تخت. ساکسه، ساکسه، ساکسه یعنی چی؟ گلدون. اگه قبلا یادتون باشه بهتون گفتم که وازو میشه گلدون روی میزی، اونایی که آب توشونه، گل شاخه‌ای میذاریم توش. اما ساکسه اون گلدونیه که گل توشه، خاک و گل توشه و توش گل میکاریم. پس توی اون اتاق همون جوری که توی تصویر میبینید ساکسه هم هست. ساکسه وار. چه چیزایی هست؟ نلروار، اویونجاک، توپ، یاتاک، ساکسه وار. خیلی خب اینم از اتاق بچه ها. خب بزنیم بریم اونجایی که دیگه باید بریم تو اتاق زحمت بکشیم. چالشما اداسه، براسه چالشما اداسه، اینجا اتاق کار هست. ادادا نلروار، توی این اتاق چه چیزایی هست؟ بیلگیسایار، بیلگیسایار، بیلگیسایار یعنی کامپیوتر، لپتاپ یا کامپیوتر رومیزی. بیلگیسایار. لامبا، لامبا چی بود؟
لامبا همون چراغ لامپ هست. حالا یا به سقف آویزونه یا اینجوری روی میز هست. لامبا. کتاب لیک یعنی چی؟ یعنی کتاب خونه. چالش ما قدسه اتاق کار بود و توی اون اتاق چه چیزایی بود؟ بیلگی سایار، لامبا، کتاب لیک، وار. خیلی خوب، این از اتاق کار. بعد از اون مستقیم میریم سراغ قسمت خوشمزه خونه، بروس متفاک. متفاک اینجا آشپزخونه است. متفاکتا نلر وار. متفاکتا متفاکتا یعنی در آشپزخانه نلر چه چیزایی وار هست. بوز دولاب. بوز دولاب یخچال که خیلی هم هممون دوستش داریم، هی بریم درشو باز کنیم و هی ببندیم. یخچال میشه بوز دولاب. بوز دولاب. فرن یا فر، اون اجاق گازای فری یا فرای روی میز. فرن، فرنوار. فرن بچه ها نانوایی هم میشد. اجاق هم میشه اجاق گاز بگین. حالا ما اینجا خواستیم که فرن رو یاد بگیرید. ساندالیه. ساندالیه. صندلیه نه ها، ساندالیه. ساندالیه یعنی صندلی. پرده. پرده. پرده یعنی پرده. پس متفاکتا نلر وار توی آشپزخونه چه چیزایی هست؟ بوزدولاب، فرن، ساندالیه، پرده، وار. یاد گرفتیم دیگه توی آشپزخونه چه چیزایی بود. دیگه کجا مونده؟ بوراسه بانیو. بانیو دا نلر وار. بانیو دا در بانیو. نلر وار چه چیزایی هست؟ کووت. کووت. کلوزت. کلوزت. لاوابو. لاوابو. کووت چیه؟ کووت وان حموم هست. وان. بعضی حموم ها وان دارن، بعضی حموم ها وان ندارن. کووت. خب کلوزت چی هست؟ کلوزت اون قسمت دستشویی فرنگی که میشینیم روش میشه کلوزت. اونو بهش میگن کلوزت. منظور از لاوابو روشویی، اون شیرش، اون قسمت زیرش که ما سر صورتمونو میگیریم توش، اون قسمتی که دست صورتمونو میشوریم و صابون و اینا میذاریم یا حوله میذاریم، اون قسمت لاوابو هست. پس یک مجموعه بانیو شامل توالت ممکنه باشه، لاوابو یعنی روشویی باشه، ممکنه قسمت کووت یا دوش کابینه هم باشه، یعنی قسمت حموم داشته باشه، روشویی داشته باشه، دستشویی هم داشته باشه، ممکن همه اینا هم جدا باشه که اسم هر کدوم رو جدا میگیم. خب پس بانیو دا، کووت، کلوزت، لاوابو، وار. بریم سراغ باهچه. بورس باهچه. بورس باهچه. باهچه ده نلر وار توی باهچه چه چیزایی هست؟ آچ. آچ. اینه دیگه همتون بلدید دیگه درس یک، موقعی که تازه درس رو شروع کرده بودیم آج رو یاد گرفتیم. آج یعنی درخت. چیچک بازم مال درس یکه. چیچک یعنی گل. هاووز این کلمه جدیده بچه. هاووز. هوز یا استخر میشه هاووز. هورتوم اینم جدیده. هورتوم شیلنگ. پس باهچده نلر وار؟ باهچده آج، چیچک، هاووز، هورتوم، وار. خب بچه های عزیز، اینم از خونه، قسمت های مختلف خونه و وسایلی که توی خونه معمولا هست. شما توی کامنت ها بیاید برای من بنویسید توی اتاق شما و یا مثلا توی سالن شما چه چیز دیگه ای هست که من الان توی این ویدیو ممکنه نگفته باشم. میتونید کلمه رو فارسی بنویسید، من براتون ترکیشو بنویسم. اگر ترکیشو هم بلدید میتونید ترکیشو بنویسید خودتون دیگه.
بچه های عزیز کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که درس جدید بیاد سری و سر خبردار بشید. حتما برای من کامنت بذارید، اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و بعدا هم برای دوستای دیگه تون بفرستید. مواظب خودتون باشید، میبینمتون. کندنیز دکه دادین، گرشیروز.